در میان فارسی زبانان، حتی گاهی اوقات در میان کسانی که خود بر مذهب اسماعیلی اند، حسن صبا همچنان چهره ای رازآلود که پشت لایه های ستبری از روایت های مختلف تاریخی و اعتقادی پنهان است. کوشش میکنم در چند قسمت مروری داشته باشم بر جنبه هایی از زندگی حسن صبا که برای مخاطب عام و خاص مفید و قابل اتکا باشد. ابتدا از تاریخ آغاز میکنیم. حسن صبا متولد یکی از سالهای نیمه دهه 440 قمری و در گذشته ربیع الثانی سال 518 قمری، سال 1124 میلادی است. او برآمده از خانواده‌ای بر مذهب شیعه اثناعشری است. حسن فرزند علی ابن محمد ابن جعفر ابن الحسین ابن محمد از صباح الهمیری، متعلق به خانواده عرب از اهل کوفه است که نسبشان به یمن میرسد. خانواده حسن از سواد در کوفه به قم مهاجرت کرد و در این شهر متوطن شدند و در نهایت خانواده از قم به ری نقل مکان میکنند. در قرن پنجم هجری، ری مرکز فعالیت‌های دعوت اسماعیلی در ناحیه جبال است. اینجاست که در سن 17 سالگی نخستین بار حسن با فردی موسوم به امیره زراب که از دایان محلی اسماعیلی آشنا می‌شود. پیش از این اسماعیلیان در چشم حسن گروهی بودند متمایل به فلسفه و بدکیش که سزاوار توجه نبودند. پس بعد از گفتگویی که با امیره زراب بین حسن و امیره زراب رخ می‌دهد، حسن آشنایی نزدیکتری با عقاید و اندیشه‌های اسماعیلی پیدا می‌کند و به امامت اسماعیل ابن جعفر صادق معتقد و متقاعد می‌شود. در ماه رمضان سال 460 قمری که معادل خرداد ماه سال 450 شمسی است، حسن با عبدالملک ابن عطاش برجسته‌ترین دایی سرزمین ایران در عصر خودش دیدار می‌کند. و اینجاست که نخستین بار حسن صبا مقامی در دستگاه دعوت اسماعیلی به دست می آورد. عبدالملک به حسن توصیه می کند که برای دیدار امام وقتش راهی قاهره شود. سفر حسن صبا کمابیش 30 سال بعد از سفر ناصرخسرو به قاهره اتفاق می افتد. برای اینکه تصویری داشته باشیم از سابقه این سفرها و اثرگذاری بعدی اینها در دعوت اسماعیلی، خوب است بیاد داشته باشیم که در سلسله دعات و اندیشمندان برجسته اسماعیلی از نصفی گرفته تا سجستانی، از ابو حاتم رازی تا حمیدالدین کرمانی و از المؤید فی‌الدین شیرازی تا ناصر خسرو و سپس حسن صبا، با چهره های مواجه هستیم که از ایران برآمدن. چهار دایی اخیر و ذکر همگی کمابیش با تجربه مشابه به مسند امامت اسماعیلی می روند و پس از آن تبدیل به چهره‌های متنفذ در دعوت اسماعیلی سراسر جهان می شود. یکی از بلند آوازه ترین قصه های مربوط به حسن صبا افسانه سیار دبستانی است. بر اساس این افسانه که در منابع متأخر بعد از وفات حسن صبا، یعنی در واقع بعد از سقوط علموت نقل شده اند، حسن صبا، نظام الملک وزیر دستگاه سلجوقی و عمر خیام سه همدرس بودند که در مدرسه با هم عهد میکنند که هر یک به مقام و منصبی برسد دست دو دوست دیگر را بگیرد. افسانه مزبور از تقرب حسن به وساطت خواجه به سلطان سلجوقی میگوید. در این افسانه خواجه از ترقی حسن بیمناک میشود و با سعایت درباره او زمین ساز طرد او از بارگاه سلطان میشود. مورخین درباره این حرف زدند که مهمترین مشکل داستان عدم تطابق سنی افراد این داستان است که نظام الملک از همه اینها بزرگتر است و اشکالات منابعی که چون این داستانی را نقل کردند. هرچه هست، این افسانه سهم مهمی در شکل دادن به تصورهای عمومی از حسن صبا و اسماعیلیان داشته است، از جمله اینکه علت دشمنی میان سلجوقیان را و اسماعیلیان را به نزاع شخصی بین نظام الملک و حسن صبا فرو می‌کند. گویی اگر این قصه وجود نداشت، هیچ دلیل دیگری برای اختلاف میان نظام الملک سنی مذهب و سلجوقیان حامی دستگاه عباسی وجود نداشته، یا فی المثل تکفیرهای امثال غزالی رخ نمیداد. به هر حال
افسانه سیار دبستانی قصه است سست و بی اساس و در هر صورت کمک زیادی به شناخت درست شخصیت حسن صباح نمی کنن. بازگردیم به قصه توصیه عبدالملک عطاش به حسن برای سفر به قاهره. عبدالملک عطاش سال 467 قمری، سال 1074 میلادی در معیت حسن به اصفهان برمیگردد. سال 469 با توصیه و کمک عبدالملک حسن راهی قاهره می شود. هنگام حرکت حسن به سوی قاهره هنوز المعید فدین شیرازی استاد ناصر خسرو رئیس دستگاه دعوت اسماعیلیان است. حسن از مسیر آذربایجان، مگا فارقین، موصل، دمشق، بیروت، سور، سیدا و عکا در نهایت به قاهره می رسد. خوب دقت کنید بین اسامی انگار کمابی شبیه همان مسیری است که ناصر خسرو طی کرده است. حسن در ماه صفر سال 471 1078 میلادی وارد قاهره می شود. در این تاریخ بدرالجمالی که از سرداران المستنصر بالله، 18 امام اسماعیلی و 8 خلیفه فاطمی جانشین المعید شده است. تا جایی که منابع تاریخی به ما میگویند حسن دیدار مستقیمی با مستنصر نداشته است، اما اینقدر معلوم است که از آنجا که مستنصر به نام فرزند بزرگش نزار نسل امامت کرده بود، حسن از همان قاهره با این جریان همراه می شود. به نشانه ماجرا هم این است که حسن در اسکندریه اقامت می کند که مرکز مقاومت و دفاع از حق جانشینی نزار می شود. قدرالجمالی خویشاوند پسر دیگر خلیفه است و متمایل است که مستعلی دامادش را به قدرت برساند. حسن با بدرالجمالی بر سر این جانشینی اختلاف پیدا می کند و اینها زمینه ساز اخراج او از مصر می شود. در نتیجه حسن از طریق حلب، بغداد و خوزستان به ایران برمی گردد و در ذوالحجه سال 473 1081 میلادی وارد اصفهان می شود. در روایتی بازسازی شده که در جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله آمده است، نویسنده با تکیه بر متن موسوم به سرگذشت سیدنا که زندگی نامه حسن صباح است، درباره مدت اقامت حسن در قاهره میگوید: او مدت 1.5 سال آنجا مقام کرد و در مدت اقامت اگرچه پیش مستنصر نرسید، اما مستنصر از حال او واقف و مطلع بود و به کرات ستایش او کرده بود که از او فصیح‌تر در میان این طایفه نیست و از آثار او معلوم می شود که کارهای عظیم بر دست او واقع و صادر خواهد شد و ما را از او مددکاری تمام خواهد بود و نظاریه را شهرت بسیار باشد و چندان ستایش و مدح و مناقب او گفت که جمله مقربان حضرت و خاصان درگاه بر سیدنا حسد بردند و از جاه و مرتبه او مستشعر گشتند که مبادا به سبب او جاه و منصب ایشان را در پیش مستنصر خللی و زللی و نقصانی رسد. پس از بازگشت به ایران به مدت 10 حسن به کرمان، یزد، خوزستان و دامغان سفر می کند تا زمینه مناسب برای استقرار کانونهای دعوت اسماعیلی فراهم کند. در این دوره دیلم که تحت تسلط شیعیان زیدی است، کانون فعالیت دعوت اسماعیلی است. در سال 483 قمری حسن دژ علموت را تصرف می کند و دولت نزاریان رسماً قلمرو پیدا می کند. مستنصر بالله 18 امام اسماعیلی و 8 خلیفه فاطمی در سال 487 قمری سال 1994 از دنیا می رود و از اینجاست که جدایی نزاریان از بدنه دولت فاطمی و از این پس مستعلویان رسماً آغاز می شود.